آقا پشندی، آقا پشندی، سلام علیکم. جانم سلام علیکم. جونت بیبلا، اجاره این برج رو به ما بده ما بریم. راستی میدونی پسرم داره میاد از قزوین؟ نگفته بودی؟ حالا میگم که در جریان باشی، پسرم از قزوین داره میاد. خب دو روز در خدمت شما هستش. خب ببینم، میخواد بیاد اینجا بمونه؟ نه با دو روز بیشتر در خدمت شما نیست. آه، چیز میزی هم با خودش میاره؟ چیز میز دو تا صابون، دو تا مسواک، یه دونه حوله، اون لازمه لوازم زندگی. خیلی خب، اگه ایناست که قدمش رو چشم. خب کاری با ما نداری. ببینم حاله، من برای یک کاری اینجا اومده بودم. من میدونم برای چی باید. من میدونم برای چی باید. برای اینکه بینیم به پسر من از قزوین کی میاد. آها آها آها، خداحافظ خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم. سلام. بایی بلا ببینیم آدرس رو میدینی کجاست؟ بلاک هشته. هشته کدوم کوچه هست؟ همین کوچه اینجا دیگه، بلاک هشت. آقا پشندی؟ اون که آقا پشندی میگم. چه میدونم کیه؟ خونه آقاست دیگه. ماله آدرس از خودش بپرس، آدرس از خودش بپرس. بابا بیده بابا، هر کاری میکنم بیدار نمیشه. شما نمیدونی بلاک هشت کجاست؟ این پلاک هشت همین کوچه است. آره مال همین کوچه نشه پلاک هشت. چرا خودش نمیپرسی؟ بابا این خوابیده بیدار نمیشه هر کارش میکنه. بیدارش کن. ای بابا میگم بیدار نمیشه این هر کارش میکنه. بیدار نمیشه؟ شما خونتون اینجاست، نمیدونی پلاک هشت کدومه؟ خونه ما اینجاست. پلاک هشت. چرا میدونم؟ پلاک خونه چنده؟ خونه اینا من میدونم کجاست، ولی بیدارش کجاست؟ خب بگو دیگه میدونی خونش کجاست؟ نه من الان بهت میگم. ببین میگم. این کارتون از دست من میگم. الان میگم. ببین این کوچه ما هفت پلاک هشت داره. ایشون اینجاست. خب؟ خب. بعد ما هم اینجاییم دیگه. ایشون خونش اینجاست؟ ایشون اینجاست. خب به جونت بالا بیا زودتر بگو دیگه. یه صد دلار از این تو بیدارش کن بپرس. بگی بابا این عدس رو خاصش کنم. آقا تو رفتی مردی، تو رفتی کارتون بیاری مشتری رو اونجا گذاشتی. آقا یعنی چی آخه؟ من اصلا دلم اومد چی تو خود اینا چیه؟ اینا چی آورده آخه؟ چیز میگم این بالا چیه؟ اینا مسخره بازی در آوردی خونه رو تو به هم دیگه. مال کیه؟ بیا ببینیم آقا پشنده. بیا ببینم. بابا اینا بگی دست ما خسته شدن. چیه بعدش یه آوردی؟ چیه اینا؟ بابا اینا مسواک هوله صابون مال بچه‌ها دو روز دیگه بعد بمونه. ببینم واسه دو روز مسواک خمیر دندون این همه اساس برش یه آوردی؟ بابا اینا دو روز بیشتر نمیاد. دو روز که آدم این همه اساس بار نمیکنه بیاد. شب کن ببینم اینا چیه بابا جون من؟ کجا بیام؟ چیه؟ حالا خیلی خوب، حالا یه پیادهش کن ببینم این چیه. آقا این دست من بگیر. بگیر آقا جان من ببینم خیلی حال وردی بیارش تو. خیلی خوب، حالا پیادهش کن من ببینم چیه اینا. آقا جان، کوروش جان، تلویزیون وردی به مشتری معطله دیگه. بابا این در وردی بالا دیگه بابا. کدوم تلویزیون مال تو؟ سر اتاق من برای شورده پایین. به پسرت دعوا نه تعیین می‌کنی. سر کو پسرم میاد معلوم میشه. پسر چی معلوم میشه؟ نه این ای ورده کوروش. بابا بگو دیگه حرف بزن. همینجور وایساده هیچ چی نمیگه. بابا تلفن بگی وردی ببین. خود کی میگه مال پسر تو؟ این بالا برش تو کوروش آورده. بشه آخه من زندگی که اینطوری هستش که هستن که اصلا زندگیش برای خودش تشکیلاتی درست کرده اینا ما اصلا تو کار زندگی ما رو همه رو خراب کرده. آقا سلام. سلام علیکم. شما خوبه؟ بله بفرمایید. چطوری آقا؟ خوبی؟ قربونت برم. خانم رو بردم برای اون واحدی که خالیه ببینم. کدوم واحد؟ تا اون واحدی که سپرده بودین دیگه. خب واحد خالی نداریم که. چرا خودت سپردی؟ به کی سپردم آقا؟ به کی سپردم؟ کدوم واحد خالی؟ بیبریم آقا. خودم وارد خالی. بریم تا بهت بگم. چه کاری بود تو کردی؟ بابا نمیدم خب خونم رو. مگه خودت به بانک نصب بودی؟ نه.
بچی؟ اما بی خدا اجتماع دارم من فقط شما... گفتم بابا من یه اتاق دارم اونم به زن و بچه دار به بچه دار ونگوون که بچه نمیدم اینا دوتا دانشجو هم خب صبح میرن شب میان من میگم... بچه کجا بوده؟ خب من میگم سر صدای شیشتا بچه ونگوون نمیتونم من میگم بچه نداره تو میگی بچه دوتا بچه دانشجو هم نگفتم به دانشجو خب برای دوتا بچه که ونگوون میتونن که بچه نیستن که 20 سالشونه نمیدم خونمو نمیدم اصلا اتاق ندارم نمیدم یعنی چی مگه خودت نسپردی آبروم رو جلو مردم سپردم اما من به آدم بچه دار خونه نمیدم بچه ندارم خب پس این چیه این ونگولونگ شیشتا بچه میگی دنبالشونن که چی چی گفت شیشتا بچه دو تا بچه دانشجو هم بچه ونگووی میکنم اصلا میدونی چیه؟ ها. یکیشون دندان پزشکه خب که چیه؟ دانشوی دندان پزشکه یکیشون هم دکتری داره میکنه اینا پس فردا به دردت میخوره ببین مهمو جا من نه دندونم کرم میخوره نه فامیلم دندونشون اصلا نمیدم بابا 100-150 تومن بیرون میگیرن دندون پر میکنن این با 20 تومن سرتاش هم میاری عزیز جا من دندونم عیبی نداره ولی به بچه دار ونگووی که بچه نمیدم بازم میگی بچه بازم حرف خودتو بزن پس اینایی که میگی شما شش تا بچه دنبالشون هستن دو تا بچه دانشجوان خب آخه دو تا بچه که دارن که محمود جون که بابا خودشون دو تا دانشجوان ای بابا محمود جون میگم خونمو اجاره نمیدم پیردوس جون یه گوش کن ها. این 20 تومنو بگیر هر مشکلی پیش اومد با من حله خب حالا میخوای بذار بیان خونه رو ببینن حالا بالاخره یه کاریش میکنی خانم حل شد تشریف بیارین همه این رو که زدی خورد کردی بابا ما نخواهیم تو کار کنی باید جو ببینیم آقا چیه دارن مهت میکنن خونه رو یعنی چی؟ باید ببینن و بپسندن یا نه؟ عزیز من این عدا اصولا رو من خوشم نمیره عزیز من این پول بگیر آقا نمیخوام اصلا یعنی چی؟ شروعش کردی تو که خبرته همه هم خونه دارند اون که این دوتا دختر مال خودت بود خب اگر مولا یه جدی بگه این مولا ترش این دعوا ترش بگه خودت ببند خب چه بابا کنم؟ اینا دکتورن پس فرده مریض بشه بیافته این زمین سکته کنه ایشالله به امید خدا و جواب چی که میده بالاخره اون هستن که خودتون خوبت کنن همه چی که پول نیست که خب آقا ما یه پولی اینجا داده بودیم ما پوله چی شدیم وسط یه پوله غیب شد چه زود میداری چی بد دیگه؟ چی شد؟ پسندیدین؟ ببینید مرسی خیلی ممنون ولی این خونه خیلی برای ما کوچیکه. خونه من کوچیکه؟ ببخشید آقا شما چرا خودتون ناراحت میکنید؟ ما که حرفی نزدیم گفتیم این خونه کوچیکه همین یعنی چی؟ نمیخوام آقا نمیدم خونمو نمیدم ببین خانم بیرون نمیدم خونمو نمیدم یعنی چی؟ من درستش میکنم این علا اصولا یعنی چی؟ خونه کوچیکه ما اونجا نمیشه بابا نورش اینجوریه این خونه اساس بچینین گشاد میشه جا با میکنه چه این خونه کش میاد گشاد میشه بزرگ میشه این حرفا چی میزنید اینجا کوچیکه ما اینجا جامو نمیشه من شدم مسخره شما من جای پدرتون تمام این محله رو گشتم دو تا اتاق واسه تون آوردم خیلی خوب آقا چرا انقدر داد میزنی بذار ما میریم وسایلمو میاریم مبارک ان شاء الله مبارک الو به 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 آقای کارگاه کی تکی بردید؟ منزل بردید که تکی بیاد منزل آقا
پشنده دیر نکردن اینا؟ نه جانم. پا کوشم بابا. ترافیکت خودت که میدونی که. ای بابا. میاد سلام علیکم خانم. بفرمایید بفرمایید. آقای پیردوس انبردست دارین؟ انبرده الان ندم به دست انبردست نداریم. خانم تکیه تکیه باشید. تکیه برید آقا بشینید الان میاد. پسر من کارگاهش میخواد ببینه شما رو. آقای پشندی مرسی، ما باید وسایلمون رو جمع کنیم. یه عالمه وسیله داریم. نه آخه نمیشه، همه رو تو کارتون گذاشتیم. باید اینو پهن کنیم بچینیم. خانم بفرمایید بشینیم. مقصود آقای پشندی اینه که شما با پسرشون آشنا بشین. بفرمایید الان دارن میان دیگه. بفرمایید چند دقیقه بشینیم. بله بفرمایید بفرمایید. بله خوبین شما؟ خوبه شما. آخه پسر من کارگاه. بله الانم تو راست میاد. بله شما به سلامتی ان شاء الله. بله آشنا بشیم با هم دیگه. بله دیر نکردن آقا پشندی. براشون اتفاق بدی نیفتاده نه خانم چه اتفاقی افتاده؟ نه منظورش اینه که توی ترافیکی جای گیر نکرده باشه. نه خانم پسر من مثل مارمولک از دیوار میره. باریکالله. حالا مقصود آقای پشندی بیشتر اینه که تمام اهالی این ساختمون از نزدیک با همدیگه آشنا بشن. بله. همدیگه رو بشناسن. بله مقصودش اینجوریه. بله ولی من میگم که آقای پیردوس ما بریم کارامون رو بکنیم. این آقا تشریف بردن. خب بفرمایید شما. بفرمایید صدا رو میخوام. بفرمایید شما صدا رو میخوام. به امید خدا. به امید خدا. آقا پشندی دیر کردنه. من گفته باشم. چین جو بسید؟ خونه مونه اینجا خونه ماست. بله خونه مونه. آدرس مون آدرس کجاست؟ آها آها این اینجا نیست. اینو شما باید بریم پایین از اینجا بریم تو اتوبان غرب میره سمت غرب. اونجا یه دور برگردونه. اونجا بپرسین بهتون میگن یکی راهنماییتون میکنه دوباره میاره همینجا پلاک 8. مطمئنی آقا؟ بسید بله متشکرم. خواهش میکنم. آدرس رو بده من. یه بار دیگه بگو. آم. اون اینجا نیست. بعد برین از اینجا پایین میافتین تو اتوبان غرب. بعد از اتوبان غرب اونجا دور برگردون داره یکی از من اینجوری میگم هی گیج میشین. باز بعد بیاین همینجا پلاک 8. دست بندم. متشکرم. قربونتون بشم. چیه؟ آسین تو بده. چرا؟ شوخی داریم ما. آخه چرا؟ ببین آدرسی که بهت دادم همینجاست. بله. تا چرا چرت و پرت میگی؟ همینطوری. با من پدر! شلوغ نکن. ها؟ شلوغ نکن. برای چی وایسادی اینجا؟ خونمونه اینجا. الان آدرسی که ما دادیم همینجا؟ بله. این آدرسی که خوندی همینه؟ همینجاست. خب. چرا اینجوری میکنی؟ این چرا مثل مرغ ما رو نگاه میکنی؟ اون کلید این دستبندو بده. کلیدها رو تو قزوین جا گذاشتیم. برای یه دسته کلید دارم صبر کن. به نظرت کدومش مال اینه؟ طول میکشه پیدا کنیم. حالا بیایم پایین. بگیر اینو. بذار ماشین رو خاموش کنم. تو میخوای چیز کنم؟ تو میخوای من سوارشم تو بیا تو؟ نه نمیشه. من تو بچرخ الان. نه یعنی تو برو جای من. اینکه نمیشه سب تو برگرد. نه آقا بذار تو برو از این سخت از این در بیا بیرون. خفه تو برو از اون ور. خب این الان فرقی الان نه الان دوتا دست ها بیرونه دیگه. ببین دوتا دست بیرونه. خب شما توی خواب توی کجا هم من؟ تو دری. نه دیگه الان دست بیرونه. یعنی از این قضیه چیز شد خلاص شد. حالا بریم. خب نه من الان تو درم خودم. من همینو میگم که حالا بیا این بر جان.
تو وایسو تو نه یه جور وایسو. الان جفتمون توی نه الان دوباره این هست. چش تو برو سر جا، تو برو همون جایی که بودی، در برو اینجا. حالا منو بگیر. نه وایسو. میتونی تعامل داری؟ بقیه بیا. ای بایسا تکون نخود. بریم حالا. خیلی خیلی خوب. برگرد تو چمدونه رو بیار. چه نشستی؟ سیان بلبل بکنه چی؟ مثل اینکه پسرم میخواد بیاد. کو؟ الان معلومه الان میاد دیگه. معلومه اصلا کو با؟ بگه از اون اگه بیاد از اون در میاد. پدر جان الو بس دیگه بفرم. این خانم دکترن پسرم منتاش. این خانم دکتر دکتر چیزه؟ دندون پزشکی. دندون پزشکی. این دکترم دکتر دام پزشکی. دام پزشکی. خوشحالی. خوشحالی. بله بله بعضی کنم بخدمت شما. پسر بنده هم از کنم خدمت شما کارگاز مرسدید؟ خوشحالیم. کارگاز از کنم خدمت شما نمیدونم کندی تلوری کندی رو ایشون یا از کنم خدمت شما این برج گلوها رو نه نه به هر حال پدر جان گلو میکنن. نه بابایی آقای پشندی. آقای پشندی عزیز قربان ایشون محسنات داره. این شست پاش یه قیمت داره. دستش یه قیمت داره. چشماش یه قیمت داره. پدر جان قلق میکنن. قرطلی $110 فقط گوشت میخرن. بله یه گوشت. آقای پشندی عزیز من اجازه بده خود آقای کارگاه یه صحبتی خودشون بکنن. خود ایشون هم خودشو معرفی کنه. اما که اینجوری متوجه نمیشه. اونو پیدا کرد. چیو پیدا کرد؟ کلید دستبند پیدا کرد. این کلیت دستبنده؟ این به نظر تو اون میره این تو؟ اون کلیده در انبار قزوین عزیزم. امتحان بکنید شما. دارن صحبت میکنن عزیزم. اون کلید اون تو میره. آقا جان اجازه آی کاراگا میفرمایید. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. اگر میخواید که معرفی کنم خودم رو، من به هر حال کاراگاه هستم و کاراگاه یعنی کسی که به کارش آگاهی داره. بله. مفهوم لغویش هست ولی خب خیلی چیز دیگه هم هست. من در این حالی که آدم عادی نیستم، خیلی مسائل آدم های عادی رم دارم. منم میخوابم. منم غذا میخورم. منم تخمه هم میشکنم اگه بخوام تفریح بکنم. سینما میرم. ولی به لحاظ آی کیو و هوش ممکنه فرقایی با شما داشته باشم و ممکنه فرقایی با شما نداشته باشید. نداشته باشم. من یه دوست کوچیکم همراه پدرجان یادآوری کردم. این همیشه همراه می گفتم که شاید لازم باشه ببینید که یه وقت کوروش جان بلند شو. از آقای کارگاه دفترشون یه پذیرایی بکن. اینجوری که نمیاز پیدا نشد. آقا خواهرام عزیزم شما حرکت نکن خیلی. آقای کارگاه اینی که اینجوری که آقای من نمیشه که. آقا یه فکری بعد به حال این کردی. کلیدش آقا این کجاست؟ چجوریه این کلیدش رو؟ این آی کیو یه هویج پخته. این رو در قزوین جا گذاشت. خب پس چی کار باید کرد؟ بالاخره باید یه فکری به حال این کرد. بله اینجوری که نمیشه که.
آخه دستبند دستبند به هر حال کلید میخواد برای باز شدنش. خب آقای کاراگاه اگر شما اجازه بدید من فکر میکنم میشه یه فکری کرد، حرارتی داد عرضم به حضور با پتکی چیزی با حرارت کرد. با حرارت موافقم. شاید حرارت دید ول کرد. آره شما گاز پیکنیکی دارید؟ بله. ندارم. نه پدر جان خیلی ممنون. تکمیلن. بله بله بله. خدا حافظ. خدا شب بخیر. تو جاد راحته؟ عالی قربان. عالی. یادت باشه فردا این اساسایی که با وانتو بود. اتفاقی افتاد برای دوست من. داره خروپف میکنه. چیزی نیست. الان داشت حرف میزد. این نمیخوابه که. این سرشو که میذاره میمیره در جا. فرق میکنه با ما. میتونم یه مسئله سوال خصوصی ازتون بپرسم؟ بپرس. متوجه نشدم. حرف بزن دیگه. درست بریم دستشویی. اصلا کاملا موضوع رو فراموش کن. یعنی اگه فکر کردی من با تو پا میشم میام دستشویی فراموشش کن. نمیتونم فراموشش کنم. یعنی چیزه آقا سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید شما که با این خونه آشنایی دارید میدونید دستشوییش کجاست؟ دستشویی؟ اینجاست بفرمایید. همینجاست؟ بفرمایید. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. شب بخیر. سردته؟
سردمه؟ همه زندگی ما بردن؟ رخت خوابم و تخت خوابم و همه اساسم و همه زندگی ما بردن؟ بابا این لامصب تمام پریز و کلیدارم باز کرده برده، حتی تو آشپزخونه سیبزی میری پیازم برده. بابا همه این لباس ها هم برده؟ هیچی ندارم عزیز من. دست و پای شما رو بست؟ نه عزیز من، من اومدم پایین هرچی فریاد کشیدم آی دوز هیچکی به فریادم نرسید. دو مرتبه دویدم بیرون، هی کمک طلبیدم، هیچکی نیومد کمکم، هیچکی نبود اینجا. چیه؟ دزد. همچی میگه مثل که دزدره گرفته. میتونم بگم دزدره گرفته؟ یا به عبارتی دیگه گرفتنش کاری نداره. اینا موی سر انسانه، بر اثر ریزش مو افتاده روی زمین و اطلاعات دیگه که فعلا نمیتونم بهتون بگم. فقط میتونم یک چیز بگم، اینکه دزد خودیه از اهالی همین ساختمون. مطمئنه که ما ببینید دزد ها معمولا وقتی که به یه خونه دستبرد میزنن جورابه زنونه میکشن رو سرش که موهاشون نریزه. این دزد جوراب زنونه رو سرش نکشیده، در نتیجه موهاش ریخته. چرا جوراب زنونه رو سرش نکشیده؟ برای اینکه از شناخته شدن نمیترسیده. پس دزد خودیه که جوراب زنونه رو سرش نکشیده و موهاش بر اثر ریزش مو روی زمین نریخته، افتاده. افتاده عزیزم. پیر دوست، تا 24 ساعت دیگه تمام اساسیت برمیگرده سر جاش. راست میگی؟ شعار من اینه، دقت، سرعت، امنیت. خیالم راحت شد. آره؟ خب، حالا که خیالت راحت شد اینم بگم، تا اطلاع ثانوی هیچ کس این خونه رو ترک نمیکنه و تا نیم ساعت دیگه از تمام اهالی منزل بازجویی میکنم. هری آقا آقای محترم، دستیار من کجاست؟ آقا آقای عزیز، این صدا از کجا میاد؟ آقای عزیز دستشویی توالت. چشمش، تو فکر کرده دم زرنگی هستی؟ نه من برای تو فکر کرده میتونی سر من کلا بذاری؟ آقا من برای چی باید سر شما کلا بذارم؟ تو سوال نمیکنی، من سوال میکنم تو جواب میدی، من سوال میکنم تو جواب میدی، مفهومه؟ آقا مفهومه، ولی مثل که شما دوز گرفتی، مثل که بنده دوزم. تا تو این آپارتمان همه دوزن تا مگر اینکه خلاف حسابه. آخه یعنی چه اساس بنده رو گفتن؟ به همین دلیلی که مضمون اصلی تویی. برای چی آقا کردی که میتونی منو خراب کنی؟ نه با من چرا فکر کردی که میتونی مثلا حرف نزن؟ تو فکر کردی اساسو دادی دوز ببره، بعد بگی که این کارگاه پشندی نتونست اساسو پس بگیره، بعد بگی که این واسلای جرس خوبه؟ آقا من برای چی من اساس منو بردم؟ من بابا من پوست تو رو میکنم. من انقدر تو برای من نقشه کشیدی، من دلیل و مدرک برای تو اینها کن، ببند دلیل و مدرک اینجا دارم، انقدر دلیل و مدرک دارم که تو آخر عمر بندازم تو زندان آب خنک بخوری. بعد در ضمن اونایی که وسایلو بردن و قرار بیارن همشون علیه تو شهادت میدن. آقا اساس من هم مثل این که بردن تو خونه ها. آها، فکر کردیم ما کسی رو دستگیر نکردیم؟ نه دستگیری اون آدما برای من اینه که یه قطعه باقلوا رو بذارم دهنم. خب یعنی به همین سادگیه. آره عزیزم اعتراف کن. به چی اعتراف کن؟ آخه که چی اعتراف اعتراف آقا چشمش اعتراف کن. اعتراف من آخه چی رو باید اعتراف کنم؟ ساکت پس اینجوری نمیشه، از اول شروع میکنیم. نام اسقر، نام خانوادگی پیردوز. بیان نگاه کردی چیو؟ نم خدا کنه کلاس ما دیر شروع شه برسیم. بودو نیست. ببین تو همه چی بقید میریزی یا خودو چی کار کنم بدون تحقیق که نمیتونم بیام دانشگاه. سویچه من
نمی‌صبر کن تحقیقم نباشه من نمیتونم. ولش کن آقا ببرین. نمیشه بریم ولش کن. اینا گذاشته بودم ما. خب نریز اینا رو. آخه نمیشه دیر شد دیگه صبر کن. حالا چرا نمی‌ریزی؟ آخرین باری که رفتی سلمونی کی بود؟ سه هفته پیش. موهاتو با چی می‌شوری؟ با صابون. با صابون. یعنی اگه بریم از سلمونی بپرسیم که سه هفته پیش اونجا بودی میگن بله؟ من چه میدونم؟ تو چه میدونی؟ موهاتو با چی میشوری؟ شامپو. الان گفتی صابون میشوری. فرق نمیکنه یه وقت با صابونه یه وقت با شامپو. یه وقت با صابونه یه وقت با شامپو. بله خیلی. سه هفته پیش کجا بودی؟ کرج. کرج چیکار میکردی؟ خونه یکی رفقا رفته بودم. من الان گفتی سه هفته پیش سلمونی بودی. من چه میدونم بابا چی؟ چه میدونی بابا چیه؟ خیلی خوب. اول وقتی موهاتو میشوری صابون میزنی یا شامپو؟ فرق نمیکنه یا صابون میزنی یا شامپو. یا صابون میزنی یا شامپو. یعنی تا حالا نشده که یا شامپو بزنی یا صابون. نه همون اولی. خیلی خوب. دستاتو بذار رو سرت. بازداشتی. چه حرفی میزنی؟ پسر من هستی. نه من فرزند شما نیستم. من فرزند قانونم اول. من نفهمیدم اگه حرف میزنم میگید ببند. اگه میبندم میگید حرف. تو دستشویی چه غلطی میکردی؟ گیر میکردم. تو دستشویی گیر میکردی؟ بله یعنی گیر کرده بودم. خب از فعل ماضی استفاده کن، بگو گیر کرده بودم. گیر خب. کرده بودم بله. اتهام تو معاونت در جرمه، قبول داری؟ قربان، یعنی میخواید بگید من از داخل دستشویی با دزد همکاری میکردم؟ نه، شما از بیرون دستشویی با دزد همکاری میکردین. چون لحظه که دارم حرف میزنم، چون لحظه که دزد رو دیدی باید داد و هوار میکردی یا دستگیرش میکردی، یکی از این دو حالته. قربان، من که نمیدونستم اون دزد، اگه میدونستم دزدی که جابجا سکته کرده چه شکلی بود؟ یه جوراب سیاه کشیده بود رو صورتش. چند ساله با من کار میکنی؟ خیلی ساله. خیلی ساله. بله. اگر کسی جورابو به جای اینکه بکنه پاش بکشه رو سرش، یعنی که جوراب معمولا میکنن پاشون دیگه. جوراب میکنن پاش. بله. مردم جوراب میکنن پاشو میکنن سرشون. میکنن پاشو. میکنن پاشون. بله. اگه کسی جوراب به جای اینکه بکنه پاش کرد سرش، یعنی میخواد چی نشه؟ یعنی میخواد که خدای نکرده مریض نشه. ای خدا. خب تو ببین شلوغ نکن، گیری. یه دقیقه حرف نزن. حرف نزن. گوش بده. من به پیردوس قول دادم که در ظرف 24 ساعت این تمام این وسایل رو برگردونم سر جاش. بله مفهومه تا اینجا؟ بله قربان. خب. بعد اگه نتونم این کارو بکنم با یه شیشه دوغ هیچ فرقی نداره. فرق بله. سوال دارم جانم. یه خواهش. حرف بزن. قربان بیا برگردیم قزوین. باز گفت برگردیم قزوین. قزوین چه خبره؟ اونجا آرامش داشتیم. از وقتی که اومدیم تهران دزد و دستگیر و منم که شدم معاون دزد. آ پس معاونت در جرم قبول داری. بله قربان. حالا این چیزی. ببین نترس، من ترتیبی میدم که تو زندان نری. فقط بگو چقدر پول داری؟ من 2-3 میلیون جمع کردم که بیارم تو تهران خونه بخرم. تو تهران خونه بخری؟ با 2-3 میلیون تو تهران قبرم بهت نمیدن که بخوابی توش. گوش کن. این لیست وسایل منزله. خب؟ آقای پیر میری گوش. میری عین این وسایل رو با 2-3 میلیونت میخری، میذاری سر جاش. بعد اگه خریدم آوردم گذاشتم سر جاش، پولش از آقای پیردوست بگیرم دیگه. IQ متوجه نشدی ماجرا رو؟ بله. این وسایل رو میری میخری میچینیم سر جاش، این اولش. یعنی این که ما وسایل رو از دوست پس گرفتیم. بله. بعدش هم ما دوست رو دستگیر کردیم و دوست کشتیمش. بله. پس ما دیگه پول وسایل از آقای پیردوست پس نمیریم. بله. الان افتاد. بله. بله خیلی. خب بعدم که اینجا رفتیم بیرون، هر کی پرسید میگیم که رفتیم محل اختفای دزد رو پیدا کنیم. نه. کشتیم قبلش دزد رو. محل اختفای دزد رو کشف کنیم. بله. پیدا کنیم. بله. خب ببخشید. بله. این کیه؟ این کوروشه. کلید دستبند پیدا کردم قربان. هویج. اون کلید الان تو این سوراخ میره. این صد بار اون کلید در انبار قزوینه. بله. پاشو برو این مجسمه. وای میسیدم در. هیچ بله. کس حق خروج از این خونه رو نداره. چشم. بودو دیگه. سلام. شما سر راه ایستاده اید؟ خب لابد یه دلیلی داره که سر راه ایستادم. ببخشید چه دلیلی وجود داره که شما سر راه ایستادین؟ آقای کارگاه دستور دادن تا اطلاع ثانوی کسی از خونه خارج نشه. ببخشید آقای کارگاه خیلی بیخود کردن که چنین دستوری دادن. لطف کنید بفرمایید کنار، ما عجله داریم میخوایم بریم. ببخشید بنده مأمورم و معذور. برو کنار تا نزدم. کاری نکنید عصبانی بشم.
ببخشید آقا، شما مثلا عصبانی بشین چیکار میکنی؟ آقا این چه کاری بود شما کردین؟ شما اجازه ندارین با سرنوشت من و دوستم بازی کنیم. ما امتحان داشتیم آقای محترم. من به اون احمق گفته بودم که هیچ کس اجازه خروج نداره جز سرکار خانم محترم دانشجوی دندان پزشکی. خیلی ممنون، پس من میرم. نه ببخشید، تشریف داشته باشید. شما تا این نسکافه رو میل کنین من چند تا سوال بپرسم. بفرمایید. این نور اذیتتون نمی کنه؟ نه خیر. رنگ های مورد علاقه شما چی هست؟ رنگ های مورد علاقه من؟ بله. خیلی اهمیت داره؟ خب بله، توی شخصیت آدم ها تعیین کننده است. سبز و آبی. آخه فصل مورد علاقتون؟ پاییز. منم عاشق پاییز. خب بفرمایید. نور اذیتتون نمی کنه؟ گفتم یک دور نه. نه. شما وقتی که بارون میزنه و شبنم روی گیاه ها میشینه شما کجا بودین؟ نه چی اشتباه. نه یعنی اینکه وقتی که شبنم میزنه یعنی بارون ریز میاد شما دوست دارین؟ بله دوست دارم. دوست دارین؟ بله. اینا چه ربطی داره به من دیگه مزاحمتون نمیشم. مرسی خیلی ممنون. نه اجازه بدین یه لحظه، من خیلی خوشحال شدم از زیارتتون و شما تا نسکافتون رو میل کنی؟ بله. من میرم شما نسکافتون رو میل کنی؟ من نسکافه رو میل کنم. خب اینم وسایلی که من به هر حال چیده شد سر جاشو اینها و از بابت بازجویی ها عذر میخوام واقعا. خواهش میکنم دست شما درد نکنه. جانم با دستیارت چیکار میکنی؟ اون چیز داشت، اون در واقع شراکت داشت در چی بهش میگن؟ ببینید جرم، بله جرمش این بود که با مجرم همکاری غیر مستقیم کرد. درست گفتم، همکاری غیر مستقیم کرده. اونو فعلا تبعیدش کردم دفتر تا تکلیفش معلوم. البته وظیفه انجام داده شما. بله. ببینید آقای کاراگاه شما کجا؟ من دیگه دارم رفع زحمت میگم، فرمودین دو روز بیشتر نمیمونم دیگه. یعنی چه؟ خب من که به شما گفتم این دو روز بیشتر نمونه. من میذارم آقا بده به من اون رو بده به من. شما همه زندگی ما رو نجات دادی آقا. بله آقا منم نمیذارم شما تشریف ببرید. بله اصلا آقا امکان نداره مگه از رو جنازه آقای پیردوس رد شی. تمام امنیت ما در این منطقه بستگی به حضور و وجود شما داره. من شما لطف دارید متشکرم بابا. اصلا نمیشه. ببین آقای کاراگاه من دارم اینو به شما میگم، ما شما را اینجا احتیاج داریم. بله. یعنی همه زندگی بله. ما در گرو کارهای شما بوده. بله. همه معلم دوست دارن شما اینجا بمونید. بله. یعنی شما چه دارید؟ من آقا به افتخارشون بله. به افتخارشون اینجا خوبه به نظر تابلو؟ خیلی خوبه اینجا. نه این وسط منظورم اینه که بزنیم یا همینجا؟ نه زیر همین نوره خوبه. این چکش، این چکش یه دقیقه اون اتاق ورده بیار. بزن اینو بره تو بده من دست بیاره. نه اینو بیلش کن دست بیاره. اینو بگیر. الان خوبه اینجا؟ اینجا خوبه. اینجا خیلی خوبه. ببین کج نی؟ نه دیگه. خب. یه بار دیگه برو اون اتاق بیا.
دستبند داشتیم. چجوری رفتی اون اتاق؟ باز بود. باز بود؟ از اولش باز بوده این؟ از اول باز بود. میدونستی تو اینو؟ میدونستم. به چه نگفتی؟ حال نمیکردم. حال نمیکردی؟ بگیرم. بفهم. بیا مستقیم اون کج نکن اونو. سلام پدر جان. سلام پسرم. جانم. این دستیار تو رد کن بره. خونه به این کوچولی جای سه نفر نداره که. خیلی خوب حالا باشه بعدا صحبت میکنیم. خیلی کی باشه؟ من میگم ردشو بره. اونجا میشینه. باشه خیلی خوب. رد میکنم بره. باشه چشم چشم. آقا این مثل چطور میمونه؟ اگر بخواد بمونه اینجا. بله بله. یه جا باز خوش خوشات میکنه. خوشات میکنه. آره. باشه خیلی خوب حالا صحبت میکنیم. سلام آقای پشنده. سلام، احوال چطوره؟ خیلی ممنون. حال شما خیلی دلا. دست شما در نمید. کجوری؟ ببخشید من قصد مزاحمت نداشتم آقای پشنده. خواهش میکنم، چه مزاحمتی؟ من یه مقدار پول با خودم آورده بودم که اینجا بتونم خونه بخرم اینا. منتها کارگاه دیگه گفتن که... بل... ببخشید آقای پشنده. خدا ببخشه. جوانی آقایم یه بار بهم کمک میکرد. چی سب کن؟ چی این تو گوشی؟ به صدرت میگیری آخه اینو. خب من تقصیر من چیه بابا؟ به صدرت بابا خیلی همچین میتونی؟ خب ببینش این تو خیلی سنگینه نمیتونم خب. خب بذارش یه دقیقه بعد میبریمش دیگه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوبی؟ خوشحال هستی؟ شما خوبی؟ هستی شما قربان شما. بذارت میخوام این سنگینه که برای شما. خب خیلی خیلی. بله. خب اجازه بدین ما کمکتون میکنیم. نه مرسی. نه یعنی چه مگه یعنی چه ما اینجا هستیم؟ سایه جان بله. کارتون خانم ها رو به سرعت و به سلامت میبریم میذاری تو اتاقش. برو. بله چشم. برو الان. برو اونا رو من میارم. برو شما. برو اونا رو من میارم. ببخشید خیلی سنگینه واسه شما. ببر شما اونا رو من میارم. آره سنگینه من. برو. ببخشید این اینا رو این برو من اینا رو برو. اجازه بدین رد شه. من میگم بذارید با هم ببرید. برو. ای میخواین کمکتون کنم. بکش ببر. نه آخه میشکنه. نه شما ولش کن اون خودش میبره. بکش ببر قشنگ. آره بابا. من اینا رو میارم. آخه اینا وسایل شماست. آخه خب اینطوری که نمیشین دیگه حالا. میذارم تو میخوام بذارم تو انبار اون. خب بذارید خب بذارید ما کمکتون کنم. نه بابا شما فکر میکنم نمیشه اجازه بدید. شما خب وقت اذیت میشید. نه نه اجازه بدید شما پس اینا رو ببرید من این تابلو رو میارم. ببخشید این چوب بفرمایید من تابلو رو من میارم شما زحمت نکشید شما ببرید بله بفرمایید همون انبار رو بله این چرخ نداره نه این خرابه چرخش بفرمایید بله 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 نشکنه اون شکستنیه ها نه این ورتر بگیرید بله نشکنه بده من میخوای چمدون رو شما بگی کارتون رو شما بگی خب اول سنگینه خیلی سنگینه اینو ببر خب چمدون رو شما بردارم من بردارم نه کارتون رو ازاده ایشون بردارن شما چمدون بریم من تابلو رو من بگیم چرخاش خرابه بله یکم اشکاله برو دیگه یکم این برتر قربانی صافه بله صافه 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 الان صافه الان صافه الان صافه این صافه الان صاف نیست قربان این صافه پدر جا خب من یه وری وایستدم خیال کردی صافه یه وری وایستده بودی خیال کردی صافه این صافه الان میگی صافه میخوام برم پیردوسو چیزی بگم بیاد اینجا کی؟ پیردوسو پیردوس برای چی نه قربان یه تابلو صاف باید ببینیم هست یا نه پیردوس تو کوروشو بگیم بیان ولش کن اصلا این چی هستش؟ یک دو ساعته داریم تابلو رسم میکنیم تازه میگین چی هستش؟ نقاشیه تابلو نقاشیه دیواره بعد ببین این نقاشی منزل یه سری منزل سایه؟ بله قربان این چیه؟ این تابلو همون نقاشیه دیگه نقاشی که تو قزوین بود برداشتیم آوردیم این نقاشیه؟ بله بله
این سیلند پیستونا نقاشی، این یاتاقان ماشین، این منظره است اینا. این تو کارتونای خودمون بود، خودتون برداشتید. از کجا آوردی این تابلو رو؟ از تو قزوین آوردیم دیگه. از تو باران. الان این تابلو رو از کجا آوردی؟ از تو کارتون خودمون قربان. از تو کارتونایی که از قزوین آوردیم؟ بله بله. این شیرالات صنعتی، این چیه؟ مال ما نیست این تابلو که. این کارتونای ماه؟ کارتون ماه دیگه قربان. بگیر اینو. ما کاشی حمام داشتیم تو وسایلمون. اینا مال کی آوردین؟ اشتباهه؟ ما کاشی حمام، چرا منو نگاه میکنی؟ اینا چیه اینا؟ خورمان الان با این وضعیت خطری ما رو اینا وسایل ماست؟ صد دفعه من به تو گفتم ما اینجا جان نمیشیم، هی گفتی نمیشیم. این خونه کش میاد، این خونه بذارم میشه. من کیان چی حرفی زدم؟ اون آقاهه گفت، گفت کش میاد. گفت تو حرف آقای بهمد من راضی کردی. من گفتم ما سختگیری نکنیم بیش از این. سلام. مشکلی پیش اومده؟ ببخشید، مشکلی پیش اومده. پدرتون آقای پیردوست تشریف دارن؟ ناخوش احواله. اگه مشکلی داریم به من بگی، من حل میکنم. بله مشکلی داریم. این همه وسیله تو این خونه به این کوچیکی جا نمیشه. شما خودتون نگاه کنید. چیه این؟ قابل حله یا نه؟ همچین چیز نیستش. این قابل حله. این قابل حله؟ بله. خب بفرمین حلش کنیم. خب نه، شما باید مشکلتون رو به من بگین، بعد من باید یه خورده فکر کنم ببینم چجوری میشه واضح و روشن مشکل شما رو حل کرد. ها؟ ببینید، میریم پدرتون رو صدا کنید یا من یه جور دیگه بگم؟ الان میرم صداش میکنم بیاد. پدر جان میشه بگید چه اتفاقی افتاده؟ هیچی بابا، چه اتفاقی افتاده؟ هیچی بابا، چه اتفاقی افتاده؟ هیچی. پس اینا چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ لگنه. لگنه. میدونم لگنه. میگم اینجا چی کار میکنه این؟ من چه بودم؟ تو احساس شما بود دیگه. شما رفتی وسایلو از ترمینال تحویل گرفتی؟ بابا جان، من رفتم ترمینال. بله. گفتم اساس کارگاه بچندی بدید. بله بله. اونام دادن، من گرفتم. بله. اردن، رستم تو وانت، برای چه بردن؟ ریختی تو وانت ورشی آوردی؟ بله. این وانتی که ریختی توش ورشی آوردی، جایی هم توقف کرد؟ دیگه نمیدونم، من راستش خوابم برده بود. خوابتون برده بود، بله. بابا اصلا بهتره در این چمدون رو باز کنیم، ببینیم شاید تو آدرسی، هویتی، چیزی این تو صحبت نکن، هر بدبختی میکشم از تو میکشم. ولی چی تو استانبولی آورده واسه من از قزوین؟ بابا قربان، راه دیگه ای نداره. شاید سر بریده تو این باشه. بازش کنم؟ بی بازش کن. آه، مرد. ببین خانم، سر من درد میکنه، حال و حوصله این حرفا رو ندارم. این قضیه هم هیچ ارتباطی به من نداره. یعنی چی هیچ ارتباطی به شما نداره؟ خونه مال شماست. خانم مگه شما خونه رو ندیده بودین؟ مگه من خونه رو به شما اجاره دادم؟ شما خونه رو دیده بودین؟ جناب پیردوست، لطف کنین داد نزنین. ما این خونه رو دیدیم از اول. از اول هم بهتون گفتیم وسایل ما زیاد این تو جا نمیشه. خب خانم جون، مگه منم از روز اول گفتم آقا خونه اجاره نمیده؟ اصلا به مجرد خونه نمیدم. شما گفتی به مجرد خونه اجاره نمیدی، ولی بعدش رفتیم اون پوش با اون بونگایی هم چه میدونم به توافق رسیده دیگه. چه توافق؟ خانم من اصلا بونگادار نمیشناختم. این کلکارو اونجور کرده، شما با اون به توافق رسیدین؟ شما خونه رو دیده بودین؟ من اصلا خونمو نمیخواستم. چرا پیروز اصلا اینقدر نمیخواد عصبانی بشین؟ دلیلش اینه ما قبول کردیم، ولی یه شرط داشت. ما به خاطر اون شرط قبول کردیم. به خاطر این شرط قبول کردیم که چه شرطی؟ که این خونه رو گفت کش میاد، این خونه بزرگ میشه. خانم شما کجای دنیا دیدی خونه کش بیاد؟ اون اسباباتون رو بذارین جا میشه. خانم کجای دنیا شما دیدی خونه کش بیاد؟ این کلاکار اون بونگا داره نمیدونم هیله گرد درست کرد. خانم خب حالا من چه کارم؟ خیلی خوب، خیلی خوب. اصلا به بونگا دار ما کاری نداریم. ما چیکار کنیم الان؟ وسایلمون تو جا نمیشه. خانم یه راه داره، فقط یه راه داره. بفرمایید چیه راهش؟ اینه که این خونه رو ببین، یه دونه بمب ساعتی من بذارم تو اون شوپاش خونه با 30 کیلو هم تی ان تی، این خونه رو با آدماش با اساسش خراب کنم. تو سر خودم بره دیگه. بفرمایید کن میمونم جاده کارگاه. قربان کارگاه مرگ. خب خوابیدم، ببخشید من دلم شور میزنه. بگیر بخواب، صبح بعد بریم اداره خودمونو معرفی کنیم. بگیر بخواب. شور بر چی میزنه صدت؟ قربان میگم یه نگاهی تو این چمدونه بندازیم، شاید یه وقت یه سر بریده ای توش باشه. سر بریده هم اگه تو چمدون باشه
صبح میریم میبینیم میفهمی سر بریده توش هست یا نه. بگی بخواب. یعنی اگه سر بریده تو چمدون باشه شما تا صبح راحت میخوابین کار گاه؟ بگی بخواب، هیچی تون چمدون نیست. بگی بخواب، صبح باید بریم اداره خودمون. اگه فهمید باید بریم اداره خودمون معرفی کنیم. بگی بخواب. دلم شور میزنه. نمیذاره. خب پاشو برو ببین توش سر بریده هست یا نه، بعد بیا بگی بخواب. فهمیدم، من حساسیتم یه خورده زیادیه قربان. پاشو برو تون چمدون یه سر بزن ببین چی توش سر بریده است. اشتباه کردم قربان، ببخشید اشتباه کردم. پاشو برو نگاه کن اون ممکنه سر بریده چیزی توش. پاشو برو ببینم بخوابیم خلاف. اصلا غلط کردم. پاشو نگاه کن تو چمدونو گرفته خواب. پاشو داری میبینی؟ بله قربان، ما پولدار شدیم قربان. آیکیو بله. از همه موجودی این چمدون تو فقط پولا شدیدی؟ قربان این نصفش پوله، اونم موتور چمدونه. این موتور چمدونه؟ بله، برای مواقع اضطراری گذاشتن که چرخش به حرکت در میاد. خسته شدیم خودش را بده. این بمب ساعتیه گلوان. بمب ستکون نخو. بمب قربون ولم کنی. بایسا کجا میخوای بری؟ اینجا موندنمون چه فایده داره قربون؟ رفتنمون هم فایده نداره، برای اینکه این بمب اگه منفجر شه نه تنها این آپارتمان بلکه کاملا یک سوم تهران میره رو. فقط یه کار میشه، باید فقط بفهمیم ساعت این بمب روی چه ساعتی تنظیم شده. کوبش به این مبل، اون بمب توشه. نگاه که همجوری میزنه در دیوار را میره. دست خودم نیست. میری اینو میزنی هرچی دورتر بهتر. میری بیرون کوچه جایی، اونجایی که زباله مباله میذارن بغل صد زباله جیب میذاری میای. باگه وسط را یه منفجر شد من چه خاکی سرم. اینو پس برای چی گذاشتم سرت؟ این وقتی منفجر میشه احساس کردی میخواد منفجر بشه، میخوابی رو زمین، دستاتو میذاری رو کلاه ایمنی. برو دور، برو. ببخشید خوابیدم. معذرت میخوام، یه سوال داشتم. میگم حالا اگه این بمب منفجر شه به ما آسیبی میرسه؟ بستگی داره بمبو کجا گذاشته باشه. اگه برده باشه واقعا ته خیابون نه آسیب نمیرسه. بخواب. خیالتون جمع باشه، بردم گذاشتم بغل آشغالو. بردی ته خیابون؟ بله. کیه؟ بله آقا، این چمدون پشت در حیات مال شما هست. چمدون پشت در حیات مال شما هست؟ کدوم چمدون؟ بله انداختمش تو آتیش گرم بشم، اگه به دردتون میخوره تا از آتیش درش بیارم. چمدون انداختی تو آتیش گرم میشه؟ خب به من چه؟ کدوم چمدون؟ الو؟ این چمدون انداختم پشت تو آتیش گرم بشم، اگه به دردتون میخوره درش بیارم. اون چمدون کجا بوده؟ چمدون همینجا پشت در حیاطه. در رو چمدون در رو من لازم دارم. در رو بیرون. الان در رو بردی؟ چشم در رو بردی بیرون؟ الان میارمش تا بیار تو. بیار تو ساید. بله قربان. این تابلو رو کی زده اینجا؟
این تابلو رو خودتون زدین قربان. مگه این تو وسایل ما نبود که جا مونده؟ تو وسایل ما که گم شده، این تو وسایل پدرتون بوده. اه؟ بله. برو. بچشم. پدر جان، دست به این چمدون نمیزنی یا؟ جک. بعد خودت هم میری تو حیات، خب؟ بله. بعد اوضاع خطریه. یعنی ما که رفتیم در رو سقفله میکنی، جواب تلفنم نمیدی، جواب آیفونم نمیدی. هر لحظه ممکنه یه عده بریزن تو. شما کجا برید؟ ما میریم اداره کشفیات خودمونو معرفی کنیم. پدر جان. بله. به این میگن چی؟ ماشه. 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 اینو که فشار بدی اسلحه شلیک میکنه. مفهومه تا اینجا؟ بله بله. هر وقت دیدی خطری داره تهدیدت میکنه این ماشه رو فشار میدی. فشار. بگیر عزیزم. ماشه کدوم بود؟ ماشه اون ماشه است. الان همون که انگشته دروشه ماشه است. اونو فشار بدی شلیک میکنه. بله بله. آره قربونش. بله. برای چی زدیش پدر جان؟ من بخوام خطر در من تهدید میکنه. خطر تهدید میکنه؟ بله. این لوله شکم کجه، من باید بدم این درست کنن. پاشو بریم. شما تا دم در برسید برم یه دوش بگیرم بیام. قربان خیلی مخلص هستیم. خدمتتون رسیدم که این یک الان عرض میکنم. یک در واقع ما میخواستم که ما در قزوین، یعنی پدرم از قزوین آمده تهران. خلاصش کن. بله خلاصم. ببینید ما میخواستیم که بیایم تهران چون پدرم از قزوین آمده تهران. گفتم خلاصش کن. بله. ببینید ما از قزوین آمدیم تهران چون پدر من اینجا تهران هست، از قزوین آمده تنهاست، یعنی نیاز به مراقبت داره. منم از قزوین آمدم تهران. خلاصه تر میخواین بگم؟ خب. خلاصش کن. ببینید ما از قربان، من اونجا اداره کشفیات قزوین بودم، خواهش کردم منو انتقال دادن تهران. اومدم خدمت شما. یک توصیه نامه هم از جناب آقای محمودی دارم، اونجا رئیس اداره کشفیات اونجاست. بله؟ بده من ببینم. بفرمایید. اینی که گفتم اگر که شما قبول بفرمایید ما اینجا در خدمتون باشیم. به هر حال باعث افتخاره که ما در تهران خدمت کنیم زیر سایه جناب عالی. شما بتونید کرمی. بله. اون چمدون کذایی رو پیدا کردی یا نه؟ ببین کرمی، فردا مهلت داری. تو اون چمدون یه بمب ساعتیه، میتونی یه آپارتمان چند طبقه رو بفرست رو هوا. فهمیدی؟ در ضمن این محمودی تو قزوین چی کاره است؟ رئیس اداره کشفیات هستن آقای جناب. رئیس اداره کشفیات بله. یه چمدون بمب از قزوین میارن تهران، آقا روحش هم خبردار نمیشه. اون موقع واسه من توصیه نامه می نویسه. من خداحافظ. محمودی اخراج شد. بله. این کاغذ پاره رو بهش بده. بله. زیر غلطاش هم املاش هم خط کشیدم. بله بله. خودت هم برو قزوین، بابات رو وردار با خودت ببر. آخر عمری اومده تو تهران دود بخوره. بله. خیلی ممنون. قربان جریان این بمب ساعتی. برو پسرم، برو برو برو. بله الان میرم. ببینید یه بمب ساعتی. گفتم برو. آخه یه چمدونی هست که این یه بمب ساعتی. برو. اش این معلومه رو مت میخونی. قربان اون لگنم بذارم توش ببریم. اون لگن رو میکوبم تو مغزت، دندونات برسه تو حلقت.
چی شده پسرم؟ بیرونت کردن از اینجا من؟ منو بیرون کردن؟ از خداشونه. من خودم خواستم برگردم. من گفتم دو روز بیشتر اینجا نیستم، دو روز دارم میرم. قربان اون چمدونه که دیگه نمیتونیم با خودمون ببریم. این چمدونه رو که نمیتونیم ببریم. اون چمدون رو با خودمون اتفاقا میبریم. قربان آخه این چمدون هر آن ممکنه منفجر بشه. آخه اون دیگه چمدون رو کاری به کارش نداشته باشی هر آن منفجر نمیشه. قربان به این چمدون اینجا یه سوتش کنی تو دره مره بره پی کارش. تمام این اداره کشفیات دنبال چمدون بمبه، بمب ساعتیه. سوتش کنیم بره تو دره. تو رو باید سوت کنم بری تو دره. راحت چم از چرت. بمب ساعتی چی؟ بله تو اداره کشفیات که بودم شنیدم که رئیس داشت به معاونش میگفت تا اون چمدون سرمه رنگی که بمب ساعتی توشه پیدا نکنی نظری رو میز من حق نداری از اداره بری. چمدون سرمه رنگی که بمب ساعتی توشه از قزوین میاد؟ یعنی چی قربان؟ گوشی من کجاست؟ تو جیبتونه. قربان خطر ما رو تهدید میکنه؟ الو؟ الو سلام علیکم. الو؟ سلام. سلام قربان، من پشندی هستم. تا به درد تهرون نمیخوری. قربان من اجازه بدی یه مسئله کنم. راجع به بمب ساعتی میخواستم مطالبی رو عرض کنم. تو از بمب ساعتی چی میدونی؟ قربان بمب ساعتی بود که صحبتشو میکردی؟ خب الان پیش منه. میدونی اگه دروغ گفته باشی آخرین دروغ عمرتو گفتی؟ نه قربان جان شما، الان این چمدون بمب ساعتی پیش منه. اون بمب پیش تو چی کار میکنه؟ قربان توضیح عرض میکنم. بابا جان ما شما دست کم گرفتی قربونت. منی که پشه رو هوا نعل میکنم شماره نعلش هم زیرش حک میکنم بعد توبیخ بشم. تا یک ساعت دیگه اون بمب رو رسوند یه داره کشفیات نه تنها استخدامت میکنم بلکه بهت نشان لیاقت درجه یکم میدم. من تا یک ساعت دیگه در اداره کشفیات هستم با بمب ساعتی. قربون تو برم. خدافظ. نشسته من نگام کن. برو بالا. برو بالا. پاشو! گوشاتو باز کن ببین چی میگن. الان اگه رفتیم بیرون با این یارو بمبگذارا برخورد کردیم تو کار به کار من نداشته باش. تو چمدونو میرسونی به اداره. به هیچ عنوان دستت از دسته چمدون جدا نمیشه حتی در لحظه انفجار. قربا چی الان؟ دست تو از دسته چمدون جدا نمی کنی حتی در لحظه منفجر انفجار افتاد الان. بله بله. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوشحال هستین. بله آقا میبخشین یادتون هست من یه هفته پیش یه وانت اساس آوردم اینجا خالی کردم؟ نه خیر یادمون نیست. ببین داداش به هر حال بهتون گفته باشم اون اساسی که من آوردم اینجا خالی کردم اون مال یه نفر دیگه است. بله بله. اساس شما هم صحیح و سالم تو ماشین تو وانت آماده صحیح و سالم الان هستش. بله بله. یه لطفی کنی اساس برگرده. بله. اساس شما هم صحیح و سالم تحویلتون بدم. بله. پای من این وسط گیره. اساسا رو اشتباه آورده بودی؟ بله اشتباه. بله. شده اون اساسی که الان تو خونه شماست مال یه نفر دیگه است. یه نفر دیگه است. بله. اساس شما صحیح و سالم آماده اینجا. ببینم تو اساسی که شما آوردین یعنی اساسی که مال شماست مصالح ساختمانی تو باریکلا خودشه. خودشه نه پس اون نیست چون ما اصلا تو وسایلمون اصلا مسائل ساختمانی نیست عزیزم. ببین داداش قربونتون برم به هر حال بهتون گفته باشم. بله بله. صاحب اون اساسه یه آدم خیلی ناراحتیه ها. الان هم یه اصله دستش اندازه کنده یه درخت. بله بله. بزرگی. بله بله. خلاصه خود دانی. نه آقا جان مال برو بابا جان مال من نیست. برو خود دانی بابا. قربان مکانو پیدا کردیم. منتظریم یارو خودشو نشون بده. اگه خودشو نشون نداد چه؟ قربان اون موقع ما خودمونو نشون میدیم. آره ایشان در هر صورت من میخوام امروز این با منفجر بشه. منفجر میشه قربان. منفجر. آره
گوش کن ببین چی میگم. الان دست تو دستبند زدم به دسته چمدون. الان گوش کن. درو که باز کردم گوله میکنی میری سمت ماشین. خب خودتو میندازی تو ماشین. میری تو ماشین، آژیر رو میذاری رو ماشین، با سرعت میری پشت سرتو نگاه نمیکنی. خب من این کارا رو دارم میکنم، بعد شما چیکار میکنی؟ آها. وقتی تو با سرعت میری اینا با وانت چیکار میکنن؟ تعقیبت میکنن. بعد به سمتت احیانا تیراندازی میکنن، رگبار مسلسل. بعد من اینا که اومدن از منطقه دور شدن دنبال تو، من آروم از خونه میام بیرون، سوار میشم، میام کجا؟ میام اداره. خب اگه من تیر خوردم چی قربان؟ آها، اگه تیر خوردی رو زمین نمیافتی. دست خودم گوش کن. اگه تیر خوردی نمیافتی رو زمین. خب خودتو یه جوری کشون کشون میرسون در اداره، بعد چمدون رو من میرسم اونجا از تو میگیرم، بعد میافتی زمین. فهمیدی چی شد؟ بیا اینور بریم. حاضری الان؟ بله. برو بی. سلام علیکم. بخب بینیم بابا. اینا بگیر. من در یه صورت میتونم با شما همکاری کنم. در چه صورتی؟ در این صورت که بدونم این بمب کجا قرار منفجر بشه. اگه نگم چطور میشه؟ اگه نگی چمدون با ساعد میره رو هوا. راستش قراره این بمب تو اداره کشفیات کار گذاشته بشه. آره. اداره کشفیات؟ آره عزیزم، آخه رئیس ما با رئیس اداره کشفیات یه خورده حسابایی داره که خودشون مربوطه. آره. راست میگی؟ چطور مگه؟ آخه منم با رئیسم یه خورده حسابایی دارم که به خودمون مربوطه. من میگم شما این بمب اگه بدید به من، خب من میذارم زیر میز رئیس بره رو هوا. کارتون راحت تره دیگه، حله. یعنی بهت اطمینان کنم دیگه؟ کاری نداره که. تو دستیار منو گروگان میگیری. خب خب اگه رئیس رفت رو هوا آزادش کنی، اگه رئیس نرفت رو هوا دستیار منو ببر بره رو هوا. قربون آدم چیز فهم. خوبه بسه. قربون این چمدون آوردم. چمدون آوردی؟ بله بله. سب کن ببینم پشندی ساعت چنده؟ ساعت 4 بعد از ظهر. قربون دقیقه؟ دقیقه دقیقه دقیق بخواید 3:59 ثانیه و 3:59 دقیقه و 30 ثانیه است. پس چرا اینا آوردیش پیش من؟ چی کار باید بکنم پس قربان؟ این بمب روی ساعت 4 تنظیم شده. 3:59 دقیقه و 30 ثانیه رو ساعت 4 تنظیم. یعنی چقدر وقت داریم الان؟ بله؟ همینقدر که اینو بغل کنی ببریش بندازیش تو حیاط اداره. بله. قربان خو آبدار چی رو می‌خوایم بگیم بیاد ببره؟ ببرش الان منفجر میشه. فرمودین چقدر وقت داریم قربان؟ گفتم ببر. آقا ببخشید من جلو میرم. قربون شما. اینجا متعلق به شماست. این دفتر ماست یعنی اینجا. خیلی ممنونم قربان شما. این 1000 تومن بگی شیرینی بچه ها شب بگیم. من مدیر داخلی کشفیات هستم قربان. بله معذرت میخوام. ببخش. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ رئیس فهمونه که این مدال لیاقت رو به سینه‌تون بچسبونم. قربونت برم. خیلی من. این درشت‌تر نداره یه دونه؟ نه. خیلی من. ببین عزیزم. این 1000 تومانه بگی شب میری خونه برای بچه‌ها نارنگی بگیر. ببخشید بنده مدیر روابط عمومی اداره کشفیات هستم. خیلی خوشحال شدم. ببخشید. سلام قربان. سلام علیکم. کجا بودی؟ از کجا میای؟ کجا بودی؟ من همین الان رسیدم زمین. ساعت این اتاق ماست. خب اینم مدال. قربان جون هر کسی دوست داره بیا برگردیم قزوین. برو بیا برگردیم. برو.
پدر جان شما امری نداری؟ من پسرم تو کار مهمی انجام دادی. بله. از کنم به خدمت شما باعث افتخار همه پشندی ها شدی خانواده پشندی ها شدی. من کاری نکردم، من وظیفه هم انجام دادم. نه 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 کار خیلی خوبی کردی، یک ادره از دست این مواد مخدر نجات دادی. بله. اون کار مهمیه. قربونت برم. بله. خدا حافظ. بریم قربان. خانوما ماشین قشنگی خریدن، وایسا یه تبریک بهشون بگیم بریم. خاله فردا تبریک بگیم، دیر شد. صبح شما بخیر. صبح بخیر. ظهر شما بخیر. بله ظهر شما. چقدر ماشین قشنگی خریدین واقعا. خیلی ممنون. خورشید در سینه آسمان می درخشد. بله احتمالا. امکانش هست فکر میکنم. بله بله. خیلی خوبه که آدم به اطرافش توجهات کنه. یعنی مثلا نه عرض میکنم بله. یعنی اینکه مثلا یه گیاه تازه توی باغچه رویده باشه، یا مثلا یک لکه غذا ماست رو لباس یه نفر. وای افتاده میشه. نه نه طرف مقابل، رو لباس طرف مقابل. حالا حتما نباید اون لکه لکه ماست باشه، که میتونه یک شیء درخشان باشه. دکمت؟ آها این بکنم. خیلی خوشبخت شدیم. با اجازه. برمان شو خشم. با اجازه. قربان. من مدال رو میگفتم. متوجه نشدم. متوجه چی نشدم؟ متوجه این نشان نشدم. من این نشان رو نزدم اینجا که مردم متوجهش بشن. اگه میخواستم مردم متوجهش بشن میزدم رو پیشونیم. پس چی دو ساعت داری؟ بله؟ هیچی دیر شد، بریم بخواد. کجا میایی با من؟ سلام علیکم. آقای بیروز احوال چطوره؟ سلام علیکم آقای پشنده. چطوری آقا؟ حالا چطوره؟ چی کار خودت میکنی؟ ببین آقای پشنده اینجوری راحت ترم. این کوروش یه دفعه اومد اینجا رو گردگیری کنه، زد یه ضبط 700,000 تومانی رو در به داغون کرد. اینجوری خیلی آقا این آقا اومد اینجا دیویدی و اینا بگیره، بعد افتاد شکست، بعد پدر انداخت و یکی دیگه رفت دیگه. چرا ناراحتی الان؟ بردار یه دونه پاراجور بزن تو سر من دیگه. پروشکن حواست جمع کن. چیزی نگفتم ناراحت بشی شما. حالا ببین آقا پشندی چی میخواد راش بدن چه این حرفا. خدا چیز بکنم میشکنه با کابا داریم. آقا جون کوروش واسه همین کارا اینجاست دیگه. هر چی داری بهش بده کارت تو راه بندازه دیگه. حالا خودت نمیتونی کارا بکنی؟ یعنی ما رو داری دور میزنی دیگه. یه آدرس نمیخوای تو نه؟ آقا آقای کوروش کار ما رو مونده. شما کار تو بکنید. خیلی خوب. ببین چی میخواد کوروش راش بندازه. یا کوروش. او سور میخواییم بدین شما نه؟ سور میدی؟ هرکین. تقریبا. آه. سور میدی. باش چی؟ نه دیگه. اینو مالی چیه اینا؟ من میخوام به افتخار پسرم کارگاه. بله. یه مهمونی بدم.
شما هم همه تون هستین. باریکرده خانوما هستن، شما هستین، مهمون غریبه ما نداریم. خب آقا پشندی چرا زودتر نگفتی اینو به ما؟ میخواستم سورپرایز بشه. ببین چی میخواد سلام علیکم، احوال شما؟ احوال شما چه؟ قرار از مزاحمت امشب شام منزل ما هستی به افتخار مدالی که پسر من گرفت. باریکالله. ولی ما مهمون داریم خودمون، من یکی از دوستام اینجاست واسه اینه که ما نمیتونیم مهمان تبرید تخمه که شما مهمان بیاد. قربون شما، چشم، حتما قربون شما، خدا قربون شما، خدا کاراگاه پشندی دایره کشفیات. رئیس هستم. سلام قربان، قربان شما، حال شما چطوره؟ دادم یه پرونده جدید برات بیارن. بله در خدمتم قربان، با کمال میل. پرونده در مورد یه پیرمرد سمبوس فروشی که 8 تا بچه داره. خب جرمش چیه؟ گفتم یه پیرمرد سمبوس فروشی که 8 تا بچه داره. خب درسته 8 تا بچه داره، منتها تو پرونده به جرمش اشاره نشده. یعنی چرا نمیفهمی؟ من دو تا بچه دارم، حقوق مناسبم میگیرم، باز از پس مخارج زندگیم بر نمیام. یه پیرمرد سمبوس فروش چطور میتونه 8 تا بچه داشته باشه؟ آ متوجه شدم، پس حتما. بله حتما. بله پس با اجازهتون من میدم این پرونده رو به دستیارم که رسیدگی بکنه. نمیتونی این کار بکنی، اون پیرمرد مشکوک به ریاست یک باند تبهکار مواد مخدره که از ایتالیا هر ماه معمول پستی براش میرسه. یعنی ماجرا مافیاییه. بله. خدافظ. مافیا فرمودین؟ بله بله قربان شما، چشم، خیلی متشکرم. مافیا فرموده. یه کار پشتیم از قزوین پشتیم اومدیم اینجا که حلوا پخش می‌کنه. حالا بخور. حالا بخور. حالا مافیا بخور. چشت درد. ساعت چرا دیر کرد؟ آقا تعارف که نداریم که. اصلا میگم چیزی، میگم قربان من یه چیزی رو تو قزوین جا گذاشتم، میخوام برم برگردم بیارم. کاری نداره که من. میگم تو قزوین چی جا گذاشتم؟ خب میفرستم بیارن دیگه. راستشو میگم، اصلا میگم آقا مریضم، آقای رئیس من مریضم، تبولرس کم، قلبم سوت میکشه، نمیتونم. مگه مافیا شوخی داره با آدم؟ کله اسبتو میبرن نصف شب میذارن تو رخت خوابت، شوخی که نداره که. بله سلام. الو سلام علیکم. اونجا چه خبره؟ هیچی قربان، چیزی نیست، من معذرت میخوام. مثل اینکه مشکلی پیش اومده. نه مشکلی نیست. بله هیچ. بله بله چیه پس؟ بله. آخه جناب رئیس ما مافیا چیزه، من مثلا اندازه هم نیستیم، میدونی؟ یعنی چی؟ ما حداقل احتیاج به یه گردان آدم داریم دیگه، چند تا رنجر میخواد. مگه میخوای سیسیل رو فتح کنی؟ تو قراره بری توی سمبوس فروشی تحقیق کنی، به من گزارش بدی. یه مامور مخفی که متخصص مافیاست حین عملیات به شما ملحق میشه. آخه مامور مخفی متخصص مافیا یعنی به ما ملحق میشه؟ زمانش به هیچ عنوان مشخص نیست. کی قربان؟ اون شما رو کاملا میشناسه، برای اینکه شما همونو شناسایی کنید یه اسم رمز براتون گذاشتم، به واسه اینکه شما رو ببینه این اسم رمز رو تکرار میکنه. اون ما رو کاملا میشناسه، ما اونو نمیشناسه. اسم رمز رو بفهمید. امشب بارون میاد از توی ناودون میاد. امشب بارون میاد از توی ناودون میاد. بله کارتو شروع کن. خداحافظ. امشب بارون میاد از ناودون. الان کارو چشم کارم شروع. امشب بارون میاد ازش ناودون میاد. سلام علیکم. بخواب بینیم بابا. بخون نخواد چه.